مسلمان یه بار دیگه آوردیم. مسلمان صدا بگو هستی یا نیستی؟ صدا هستی نه؟ سلام سلام. یه صدا خشخش کمی اومد. مسلمان آه اومد. عالی سلام. صدا میاد؟ بله میاد. صدا بله میاد ولی مثل اینکه برای با تاخیر شدید دوست. آخر صدا اومد. سلام خوب هستی؟ مرسی خوب هستم. الان خیلی خوبه. کیفیت صدات خوبه ولی به نظر میرسه که با تاخیر خیلی شدید داری صدای منو میشنوی. گوشی یه لحظه گوشی الان خب باشه. الان سریع برای اینکه الان تعداد کسایی که منتظرن نمیدونم چرا انقدر زیاد شد دیگه. لینک نذارین اگه میشه، چون من دیگه سمی و لیلا و مجید منتظرن. قاسم جان کسی لینک نذار برای کسی ده. مسلمان من نمیتونم همینجوری منتظر بمونم. الان اخی هم منتظرن که بیان بالا. سلام بفرمایید. سلام حال شما خوبه؟ خدا قوت. مرسی. عرض بزرگ شما جانم. بفرمایید. عرض بزرگ شما که من چند تا سوال برای من پیش اومده. اون صحبت هایی که شما با دوستان داشتید. عرض بزرگ شما که اگه ببخشید وسط حرفتو میپرم، اگه میشه برین سریع سر اصل مطلب، برای اینکه الان سه نفر دیگه هم منتظرن. بپرسین اصل مطلب. آقا ما دو ساعت منتظریم برادر. بله بقیه هم همینطور، بقیه هم منتظرن. یکی از دوستان ادعا میکرد که فرق کشور ما با کشور عقب افتاده اینه که از کلمات درست استفاده نمیکنیم. منظورش رو ماشاءالله و انشاءالله بی حرفا بود. خب میگه کشور ما عقب افتاده است به این دلیل. خب این دوست عزیز شما به بوش اگه نگاه کنید، حالا به تعبیر شما کشور پیشرفته و بالاخره آمریکا کشور پیشرفته به نظر دوست عزیزمون، وقتی که به عراق حمله کرد میگم از طرف خدا مأموریت به من داده شد. یا ترامپ میگه وقتی که من خواستم سخنرانی بکنم بارون نیومد، ابرها ایستادن تا من سخنرانیم تمام شد، بعد این بارش بارون به سبب ابرها شروع به باریدن کردن. یا اینکه صحبت دیگه چی بود که ما ایرانی ها به کشور دیگه بیشتر از کشور خودمون اهمیت میدیم. تعبیرش این بود که ما یکی مهمون ما میشه خب تحویلش میدیم. اصلا ربطی نداره. ما شما الان به دور افتاده ترین نقطه ایران، به مستضعف ترین مثلا ایرانی مراجعه کنین و بهترین چیزها رو برای شما میاره. این دلیلی برای این نیست که کشورمون رو دوست نداریم. اگه ما کشورمون دوست نداریم چطور 8 سال از کشورمون دفاع کردیم؟ چطور اینم ما شهید دادیم؟ شما دارین به کسی که اینجا نیست نقد. من به من نقد ندارین، چون که من این شخص اینجا نیستن. الان تعمیم میدم به کشورهای صداتون قطع شد. حالا خب آره، حالا اشکال نداره، من روی صحبتم با شماست. خب بگو. شما فرمودید که ماوراءطبیعه رو خرافه میدید، بر چه اساس؟ بر اساس اینکه هیچ منطق و هیچ چطور شما ماوراء طبیعی رو چطور خرافه میدید؟ بر اساس اینکه اعتقاد به چیزی بچه کدوم منطق؟ بذارین من صحبت بکنم. فکر کنم صدامون تاخیر داره. بله خب. بله بفهم. بر اساس اینکه هیچ منطق و اثباتی براش وجود نداره، برای همین ما به اعتقاد به چیزی که بدون سند و بدون اثبات منطقی باشه رو قبول نداریم. و وقتی که این اعتقادات به چیزایی باشه که ما برای همه چی اینجوری، برای هر چیزی که هر ادعایی هر چی رو که میبینید هر چیزی که به چشم میبینید دیگه، درسته؟ نه به این میگم این شما این مغلطه‌ای که انجام دادیم بهش میگم مغلطه قهرمان پنبه. برای اینکه من نگفتم که بر اساس بینش این کلمه این تعبیر رو شما از کجا پیدا کردید؟ این مغلطه پهلوان پنبه رو از کجا پیدا کردی شما؟ شما میخواین من یک صحبتم تموم بشه برای اینکه بعد سال بعدی رو بکنین، یا که شما میخواین من نه خب آقا تعبیر رو ببین شما، ببین دوست عزیز شما نه مثلا خیلی از کلماتی که استفاده میشه من شما رو میت میکنم برای اینکه شما نمیذارید من حرف بزنم. خب شما اگه اومدین اینجا با من صحبت بکنید، یک سوال که میکنید اول باید اجازه بدین که من جواب بدم، بعد برین سراغ سوال بعدی. میتونین این کارو بکنین یا نه؟ من شما رو انمیت میکنم. بفهمه. خب
شما میگین که من گفتم که ما به چیزهایی که اثباتی براش وجود نداره یا اینکه سندی براش وجود نداره اعتقاد نداریم. شما کاری که انجام دادین اومدین حرف منو عوض کردین، من حرف گذاشتین. شما گفتین یعنی شما دارین میگین چیزی رو که نمیتونین ببینید بهش اعتقاد ندارین، در صورتی که من همچین ادعایی نکردم. وقتی بهش میگم مغلطه قهرمان پنبه معنیش اینه که شما حرف منو عوض میکردین و جواب یه حرفی رو که من نزدم میگین. خب مثلا ما به موجای رادیویی اعتقاد داریم برای اینکه برایش سند وجود داره، با اینکه ما موج رادیویی رو نمیتونیم ببینیم، درسته؟ ما هیچ وقت نگفتیم بعد بر اساس این باشه که بتونیم ببینیم، باید برایش سند وجود داشته یا منطقی داشته باشه یا اثباتی وجود داشته باشه. خب سند استوب کنید لطفا، استوب کنید، کافیه تو الان. خب نه از یاد تو الان دیگه. خب سند یعنی چه جور سندی؟ یعنی مثلا بر چه جور سندی شما الان عرض بزرگ شما که صدای من دارین؟ قطع شد؟ یه ذره قطع وصل میشه ولی بعضی موقع ها، ولی الان فهمیدم. آره الان شما میگی سند دیگه، درسته؟ کل عرض بزرگ شما این آفرینش با این نظم با این ترتیب من شما و اینا همه سند دیگه. شما چه سندی میخواین؟ خب شما اگه میخواین بیان بحث این بکنیم که چرا نظم تو جهان سند برای وجود خدا نیست، میخوام بگم جهان رو ولش کن. خب من ببین، من شما به وجود خودت دبرین... به وجود خودت نگاه کن. خب ما این وجود خودت من شما این ما این شما فکر میکنین ما این دلیلی که شما رو میارین، این چیزی که شما بهش میگین اثبات وجود خدا، ما اینو هزار بار جوابشو دادیم. یعنی آقا خدا رو بی خیال، اصلا خدا رو بی خیاله. شما خب شما گفتین نه جهان نه ماورا آقا ببین، اصلا من از خدا صحبت کردم، اصلا خدا رو بردم. باشه اصلا من از خدا صبح اصلا کلمه خدا رو گفتم، اصلا کلمه خدا رو من به کار نبرد. من چند بار دیگه بگم باشه؟ گفتم باشه، نگفتی. آره 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 من الان 4 بار 5 بار گفتم باشه. پس نظم تو جهان اثبات وجود چیه؟ خب چیه به نظر شما؟ شما دارید میگین اثبات وجود این چیزیه. خب هست. ببین وقتی ما میگیم من به عنوان یه موجود یا درختان یا همه عرض بزرگ موجودات زنده، عرض بزرگ شما بالاخره کروموزومی هست، جنی هست، بینیم آقا بر اساس یک برنامه اتفاق افتاده، بر اساس یک برنامه داره پیش میره بالاخره، پس این موجود و هوشمند پشت این هست، حالا میخواییم اسمش خدا بذاریم یا هر چیزی دیگه، درسته؟ چرا هر نظمی به نظر شما باید یه موجود هوشمندی پشتش باشه؟ این اصلا این کار خواهد گردنی مثلا یک بچه 4 سالم بپرسه شما این هست؟ شما میشه یه ساختمونی رو اصلا آقای عزیز برادر ببین، شما یه ساختمون خیلی معمولی اصلا گلی رو شما تو یک بیابون میبینی، میشه بگید خود به خود به وجود اومده یه موجود هوشمندی رو نساخته؟ میشه شما واقعا فکر میکنین ما برای اینا جواب نداریم؟ اینا سوالاییه که هر دینداری الان 10 سال از ما دارن این سوالو میکنن که یه خونه رو ما من منتظر جوابتونم. خیلی خوب، من منتظر جوابتونم. آقا بگذاریم شما فرمودید یه قبیله گرایی سوال بعدی رو بپرسم. بگذار سوال شما 10 سال داری کار میکنید ولش کنید. نه من جواب میدم، بذار جواب بدم. شما ببین، اولا گفتین یه بچه 4 ساله میدونه. خب ببین بچه 4 ساله هم ممکنه ازش بپرسیم آیا زمین صافه؟ چیزی که بر اساس چیزی که میبینه، بر اساس تجربه که تو زندگی داره، ممکنه بگه خب زمین صافه. خب ما اگه بیایم به طور منطقی به طور علمی بیایم نشون بدیم که نه چرا زمین صافه نیست، چیزی که برای بچه 4 ساله واضحه هست، به خاطر اینکه بچه 4 ساله میاد قضاوت میکنه که چی جوریه. در مثال خب منم میگم همه یه زمان میدونستن که کره زمین صافه، اشتباه میکردن. خب چیزی که همه میدونن، دلیل این که یه چیز تعداد کسانی که یه چیز رو میدونن دلیل برای درستیش نمیشه. خب شما وقتی که میاد نگاه میکنین که یک خونه چون نظم داره و میبینین خب خونه نظم داره، یه نفر خونه رو ساخته، خب به وجود آورده، من میگه خب ماشین، میبینین ماشین نظم داره، من میگه ماشین هم خب یه نفر ماشین رو ساخته، میبینین ساعت رو نگاه میکنیم ساعت نظم داره، یه نفر هم ساعت رو ساخته، پس میگه من چیزایی که دیدم چیزایی که ساخته شده، یه کسی اینو به وجود آورده، پس جهان هم نگاه میکنن بالاخره پشت این قضیه هست.
بله بله و پس برای همین هم نتیجه گیری میگیرید که ها پس حتما هر چیزی که نزد داره یه موجود هوشمند پشتش هست. این یه مغلطه است، بهش میگن هیستی جنرالایزیشن، یعنی شما تجربه های خودتون رو، خب چیزایی که تجربه کردین رو به خاطر اینکه جور دیگه ایشو ندیدین به این نتیجه گرفتی که این قانون کلیه، چون مثلا جور دیگه شو جور دیگه شو که ما اومدید، خب شما جوری که من ندیدم و شما دیدید 10 سالم کار میکنید. بسم الله، طبیعت حیوان حیات، آفرین. خب بله، بدونه منم طبیعتو دارم میگم دیگه. خب منم طبیعتو میگم. شما ببینید، شما خیلی جالبه، شما میای همه چیزایی رو که ندارین مثال براش که یک کسی به عزیز دل برادر نمیذاره. من گفتم همه همه موجودات زنده طبیعت چیه؟ مرده است. بذار مسلمان جان بذار من صحبت کنم. ببین تو ما یه گروه A داریم، یه سری چیزایی رو که ما میتونیم ببینیم که این نزد داره، خب ولی هیچ کسی اینو به وجود نیورده. خب یه سری گروه B داریم، مثل کره زمین و خورشید و مریخ و اینا که به طور منظم دارن دور خورشید میچرخن. ما قبل الان هیچ کسی اینو به وجود نیورده. نه خب مشکل تو همینجا مسلمان جان، مشکل تو همینجا. ببین ما من دارم بذار حرفم تموم بشه که بفهمی نظرم چیه. ببین ما دو تا گروه داریم، یه سری رو همین رو ای بس کنیم. نه تو اصلا موزه، تو اصلا موزه بحث منو نمیفهمی. بذار توضیح همون که تموم شد میفهمی که دارم چی میگم. اگه بذاری ان شاء الله ببین. خب بذار من چجوری میتونی بفهمی اگه حرفم تموم نشه؟ امکان نداره بتونی بفهمی. باید من حرفم تموم بشه که بتونی بفهمی. خب هیچ کسی نمیتونه حرف منو بفهمه اگه نظر من حرفم تموم بشه، درسته؟ ببین ما یک سری چیزایی داریم که ما میتونیم ببینیم که نزد بره و یک نفر اینو به وجود آورده. اینو میذاریم اسمش گروه B، مثل ماشین، مثل خونه، مثل ساعت. خب هر چیز دیگه ای که ما نمیبینیم این یه نفر به وجود آورده ولی نزد بره، اسمش میذاریم تو گروه A. خب ما میام میبینم خب این گروه A چیزی که تو گروه A هستن، خب پس این نظمش از کجا به وجود آورده؟ وقتی درباره موجودات زنده نگاه میکنیم، میبینیم میایم از لحاظ زیستی نگاه میکنیم، میبینیم آها تکامل و اینا، اگه قوانین تکامل خیلی پیچیده است، توضیح این که چجوری با قوانین طبیعت یه چیزی میتونن بدون که کسی با هوشی به وجودش آورده باشه نظم داشته باشه، توضیح این مقدار پیچیده است. ولی اگه شما برین زیست بخونید، شما برین قوانینی که سیاره ها مثلا قوانین زیست خوندن درباره سیاره ها و خب باشه، خب پس میتونید تکاملی ببینید که ببینید میتونید اگر بعدم اگه مثلا یه مثال دیگه هم که وجود داره این که مثلا توی دنیای اقتصاد، خب تو دنیای اقتصاد بدون مثلا میبینید که مثلا بر اساس عرضه و تقاضا چجوری همه چی به نظم وجود میاد بدون که کسی از بالا اینو قانون بیاد منظم بکنه، درسته؟ یعنی ما مثال برای این که چیزایی که نزد داره ولی کسی اونو به وجود نداره زیاد داریم، هم تو طبیعت هم تو جامعه. ولی کسایی که دیندار هستن معمولا میان میگن خب هر چیزی که نزد داره ولی ما کسی که به وجود آورده تاش رو نمیبینیم، میان میگن خب پس اونا حتما خدا بوده. یعنی شما خدا رو میارید قاچاقی میارید میذارید رو سر هر چیزی که ما نزد میبینیم تو طبیعت، هر جا نزد میبینیم ولی مخترعش رو نمیبینیم، دیندارا میگن پس این حتما خدا بوده. در صورتی که شما باید بیان اثبات بکنین شما چون جاهای دیگه مثال دارین که یه چیزی نزد داره مخترع داره، معنیش این نیست که هر چیزی که نزد داره و مخترع نداره شما میتونین بدون اثبات بیان بگین پس این حتما. این صحبت شما دوست عزیز، این صحبت شما صحبت دورکیمه، چون خیلی حرف جدید و تازه‌ای نیست. یک بعد ای نگفتم تازه، شما در ای که تازه. آره تو تر ای که در گروه ای که شما فرمایید نمیبینیم، یعنی چی؟ مگه ما نظم و یکی نمیبینیم؟ آقای کره تو کره زمینی که ما درش زندگی میکنیم، ما در قرن نمیدونم 13 و 14 که زندگی نمیکنیم، الان یه عصری هست نمیدونم آمان دلیل نظم داریم در دلیل... آقا شما یه ساعت صحبت کرد، اجازه بدید من صحبت کنم. ببخش نه اجازه آره. ببین ما تو کره زندگی میکنیم که هر دوشم اتمسفری هست، اگه این اتمسفر نمیذاره خیلی از نورهای مضر به ما برسه و عرض بزرگ شما نمیذاره اکسیژن از یه حدی از جو زمین فرار کنه. بعد شما این همین نظم حالا در همین اندکی که حالا وقت داریم ما بگیم اینو کی به وجود آورده، چطور شرایط زیست و موجود هوشمند خدای هر کی اسم کسی که شما اسمش رو بذاری چطور این شرایط زیست رو برامون فراهم کردن؟
خب این من از یک مثلا مثال ساده اگر این همین کره ای که ما داریم یک ذره از مدارش خارج میشه، چه دور از خورشید و چه به خورشید نزدیک میشه، ما یا سوختیم یا یخ زدیم، این کی نوری بود؟ عالی، من جواب شما رو بدم، اجازه میدین جواب اینو بدم؟ بله بسم الله. این بهترین مثال بود. خب خیلی مثال عالی هست. خب اتفاقا اینو ما میتونیم استفاده بکنیم برای که نشون بدیم که چجوری تو طبیعت ممکنه نظم به وجود بیاد بدون اینکه کسی به طور عمدی این نظم رو به وجود آورده. این مثالی که شما زدین یکی از بهترین مثال هست. خب شما اگه سولار سیستم فارسی چی میشه؟ یک کسی تو لایو استریم ما بگه شما سولار سیستم میشه چی؟ منظومه شمسی، درسته؟ منظومه شمسی. خب شما اگه تاریخ منظومه شمسی رو نگاه بکنید که چجوری به وجود اومده، اوایل شروعش بله. لازم نیست بگیم، بذاری من تموم کنم بعد بگیم، چون که صدا قطع وضع میشه. ببینید تاریخ اگه نگاه کنید، دور خورشید اولش سنگای بزرگ خیلی زیادی داشت میچرخید. خب یعنی فقط این نقطه کره‌ای که الان شما ببینید، حالا 8 بعضی میگن نقطه کره‌ای که الان میبینید، فقط اینا نبوده، کلی سنگای دیگه بوده. خب سنگای مثلا بزرگتر، کوچکتر، با سرعت‌های مختلفی، تو مدارهای مختلفی، اینا همشون دور این خورشید تا همون اوایل منظومه شمسی بوده. خب ولی اکثر این سنگ‌ها تعدادشون خیلی زیاد بوده، یعنی صدها سنگ. خب ولی اکثر این سنگ‌ها به حجمشون و سرعتشون به اون اندازه ای نبوده که اینا تو مدار باقی بمونن. یعنی اکثر این سنگ ها یا تو خورشید سقوط کردن یا از مدار پرت شدن بیرون، یعنی به خاطر اینکه به اندازه کافی بزرگ نبودن یا کوچیک‌تر از اون بودن که لازم بودن، سرعتشون دقیقاً اونی نبود که لازم بوده و اینا همشون یکی یکی تموم شد. خیلی هاشون رفتن تو خورشید، خیلی هاشون کلا از مدار بودن. بعد از کلی سال که چیزی که باقی موند، اون تعداد کمی سنگ ها که بعدن شدن کره، تعداد کمی کره هایی بود که به طور شانسی دقیقاً همون سرعت و همون حجمی رو داشتن، همون وزنی رو داشتن که تو مدار باقی بمونن. یعنی شما بعد از اینکه نگاه بکنید به نظر میرسه، شما اگه از بعد نگاه بکنید به نظر میرسه که انگار یه نفر اومده اصلا انتخاب کرده که این کره دقیقاً باید این سرعت رو داشته باشه که توی این مدار بمونه، این کره دقیقاً باید این سرعت رو داشته باشه که توی این مدار بمونه، در صورتی که اینجوری نبوده. ببینید تعریف نظم اگه شما در نظر بگیریم، چیزهایی که نظم نداشته باشن بقا نخواهند داشت تو طبیعت. خب برای همین توی طبیعت به خاطر تعریف نظم، چیزهایی که نظم بیشتری دارن بقای بیشتری پیدا خواهند کرد. برای همین به طور طبیعی ما توی طبیعت بعد از یه مدتی اگه همین طبیعت همینجوری بذارین ادامه پیدا بکنه، سیستمایی که خودی خود نظم خواهند داشت تعدادشون همینجوری آروم آروم زیادتر خواهد شد به خاطر بقای نظم. خب برای همین شما مثلا همین منظومه شمسی رو اگه نگاه بکنید به نظر میرسه این نقطه کره رو کی اینجوری انتخاب کرده، در حالی که اولش اگه نگاه کنیم میبینید که نه، این صدها سنگ بوده. اونهایی که دقیقاً این به طور شانسی دقیقاً این اختصاصات رو نداشتن، خودشون رو حذف کردن. اونایی که نظم داشتن آخرش مونده و به نظر میرسه که انگار یه نفر از عمد اومده اینا رو اینجوری انتخاب کرده. بقیه چیزایی هم نظمی هم که تو طبیعت میبینی یه ذره شبیه همینه. یعنی به طور خیلی راندوم اگه شما به هر چیزی ویژگی های خودش رو داشته باشه، اون چیزایی که به طور راندوم ویژگی های میگیرن که نظم بهشون نمیده، بعد از این مدتی اون سیستما از بین میره. ولی به طور راندوم اون سیستمایی که ویژگی هایی دارن که نظم بیشتری بهش میده، به طور بخاطر اونا بقای بیشتری پیدا میکنن. بعد همینجوری طبیعت ادامه پیدا بکنه، نظم طبیعت به طور طبیعی زیادتر میشه. و ما چون تو زندگی شخصی خودمون تجربه داریم که نظم هر جا بوده یک کسی پشتش بوده، طبیعت رو نگاه میکنیم برای همین فکر میکنیم پس حتما یک کسی پشتش بوده که این کارو کرده، در صورتی که اینجوری نیست. تجربه شخصی ما داره به ما دروغ میگه. بفرمایید مسلمان جان. خب من برای سرقه سمی، بله عرض بزرگ شما، بله کامل شما درست میفرمایید. خب ما اون موقع ما کجا بودیم؟ اگر این چیزی شما میفرمایید، انسان ها کجا بودیم؟ ما هنوز به وجود نیومده بودیم اون موقع. احسن، من صحبتم همینه دیگه. بهم یه وقتی که یعنی خداوند متعال وقتی که شرایط را در کره زمین مساعد کرد، حالا با اون برنامه هایی که داشت، وقتی شرایط برای ما مساعد شد، ما موقع به وجود اومدیم. اگر اون قرار بود به قول شما اون وقتی که بی‌نظمی بود فلان، خود خداوند متعال هم در قرآن می‌فرمایند ما اینو در حالا یه مدت مشخصی آفریدیم. خب حالا در تعبیر قرآن 6 روز، حالا منظور از 6 روز چند میلیارد ساله من نمیدونم،
برای اینا میگه حساب آفرش دقیقی نیست. یا ما این آفریدیم شرایط برای انسان به وجود آوردیم، بعد انسان در زمین ساکن شد. فرض بزرگ شما که شرایط برای زندگیش فراهم شد، الان دارن زندگی میکنن. باشه، خب من باید برم سراغ سمی، ولی یه چیزی بگم، این ادعاست، خب ادعای شماست، این باید برایش اثبات وجود داشته باشه. یه چیز دیگه هم بگم، ببینید این که ما شما ادعای ما رو شما الان شما رد کنش. خب من که الان رد، من که الان توضیح دادم که چرا حالا اشکال نداره آقای، من این حالا من سوال خیلی ساده تر رو که شما ادعا داشتید، سوال آخر باشه. شما فرمودید قبیله گرایی ژنتیکی، درسته؟ فرمودید دیگه. بله. خب اگر روی قبیله گرایی ژنتیکی باشه، من به اقتضای ارزششون مدرس که بودم، استانهای مختلف بودم. بین اهل سنت بودم، ترکمن بودم، کرد، هر قومی شما تو ایران اسم ببری من باش زندگی کردم. باش زندگی کردم، نه که میشناسم. خب پس اول کی بوده؟ ما عرب ستیزیم. این اصلا کی همچه حرفی زده؟ شما چرا این همچه ادعای اینجا مطرح میکنی یا دوستان دیگه؟ بعد قبیله گرایی اگر ژنتیکی باشه هیچ وقت تغییر نخواهد کرد. خب اگر قبیله گرایی ژنتیکی باشه هیچ وقت تغییر. من همچه تهمتی به شما نزدم، گرایی... نمیدونم شما کی هستم. من همچه خب تهمتی نه نه من که نه نه شما فهمیدید ایرانی ها الان فلان مثلا فلان. حالا من اینو که یادداشت کردم، خب چون دو سه ساعت گذشت، من گفتم بعضی از براندازها، شما برانداز هستین؟ من نعوذ بالله هیچ وقت نه بگذاریم آقا همین صبح سر شما گوش نمیکنین، من اصلا دارم چی میگم. من حتی نگفتم همه براندازها، نگفتم همه ایرانی ها، من گفتم بعضی از براندازها عرب ستیز هستن و خوبه که من الان دارم میبینم که بعضی از براندازهای دیگه دارن نشون میدن که تو خوزستان ما عرب زبان داریم و دارن اینا رو هایلایت میکنن و دارن تشویقشون میکنن. یعنی دیدم که من داشتم نقد میکردم به خود جبهه خودمون. به نظر من حال هر کسی خب. من به شما همچین اتهام نزدم، به همه ایرانی هم اتهام. نه منظورم من نبوده، حالا شما نه، حالا اون منظورم خودم نبوده. این که فهمیدید قبیله گرایی ژنتیکی اگه ژنتیکی باشه، این باید به هر حال هیچ وقت قابل تغییر نباشه. در حالی که من دیدم دو نفر که یکی مثلا فرض کنید که بلوچ بوده و یکی سیستانی، خب میدونیم اینو به هر حال به اقتضای حالا به هر چه اشتباه چه درست، متاسفانه یک اختلافاتی با هم دارن. ولی من دیدم اینو وقتی که با هم یه مدتی مثلا فرض کنید دوران دانشجویی با هم همکلاس بودن، با عقاید همدیگه آشنا شدن، نه اصلا هیچ دشمنی که نیست، با هم دوست شدن، گویا ازدواج کردن. خب یا مثلا صد تا مثال دیگه میتونم برات بزنم. خب پس این قبیله گیری اصلا ژنتیکی نیست. مثلا من جواب شما رو بدم، یه چیزی اگه ژنتیکی باشه معنیش نیست که میتونه بر ما غلبه کنه. ما امیالی که داریم، امیال ژنتیکی که داریم با هم رقابت میکنه. خب ما میتونیم، ما مثلا ما هم از لحاظ ژنتیکی هم تمایل به خشونت داریم، هم تمایل به همکاری و مهربونی. خب یعنی اینا یک سری چیزایی هستن که تو کداشت ما وجود داره، ولی معنیش نیست که میتونه لازمه بر ما غلبه بکنه. ما میتونیم از خیلی، ما میتونیم مثلا تمرین کنیم یه سری چیزایی که ژنتیک به ما قابلیتش داده رو روش تمرین کنیم، اونا رو بیشتر زنده کنیم تا یه سری چیزایی دیگه. ببین ما از لحاظ ژنتیکی خشونتگرا هم هستیم، این معنیش نیست که به ما تحمیل میشه که حتما هممون از خشونت خوشمون بیاد. ما میتونیم من نقد شما رو میپذیرم. من یه چیز دیگه بگم، ما بعد جوری که اگه بخاطر بخوام بگم ما از ژنتیکی قابلیت خشونت گرایی و قابلیت قبیله گرایی داریم. آره. خب این بهتره به نظر ما. لوح سفیدیم. خب یه لوح سفیدیم که اگر من در فرض کنید آمریکا دنیا می اومدم، الان انگلیسی صحبت میکردم و حتما هم احتمال زیاد آمریکایی دوست بودم. آمریکا دوست. خب مثلا اونجا من این نقش اگر شما مثل شما اگر در کانادا بودم احتمالاً. خب ولی من خواهشم از همه دوستانی که الان صدا من آخر صحبتمو بگم و التماس بگو. من از همه دوستانی که به هر حال الان دارن صدای منو میشنوه اینه که آقا
شما برید مطالعه کنید. بعضی هم میبینم میان مثلا حکومت پهلوی رو میان نور اعلی نور بوده، شما برید خاطرات اسدالله علم یار قار شاهنشاه رو بخونید، یا مثلا فرض کنید که برخوردشون میان با فرض کنید برید بخونید با اعراب چطور بوده، با لورها چطور بوده، رضا شاه چطور بوده. آقا فقط خواهش من از اینه مطالعه کنید. یا میان میگن مثلا پلیس ال بل فلان، آقا نمیدونم شما تو اقوامتون پلیس ندارید، اونایی که تو ایرانن، اونایی که خارج از کشورن من خود حق دارن، چون به قول اون بزرگ جامعه شناسی میگه این رسانه است. دوستان جمله منو خواهشم مال من نیست، میگن این رسانه است که به ما میگوید به چه بیاندیشیم و چگونه بیاندیشیم. من اگر امروز در رسانه صحبت مرغ باشه همه ما به مرغ فکر میکنیم و این که چطور بکنیم. خب اینه دیگه از بزرگان جامعه شناسی داریم. باشه، من بعد چون من سمی هم منتظره، من باید برم. فقط یه چیزی بگم، من نقد آخر شما رو میپذیرم، سعی میکنم از این به بعد به جای اینکه بگم ما قبیله به طور ژنتیکی قبیله گرایا خوشونه گرا هستیم، بگم ما از ژنتیکی قابلیت قبیله گرایی و خوشونه گرایی داریم. اگه یادم بمونه اینو میگم. خب و یه چیزی هم حرف آخری هم که زدیم، ما ادعای از پهلوی هم، ما خودمون به حکومت پهلوی، من حد آره نه شما رو نمیگم، شما نقد آره شما نقد منصفانه بود، نه دوستان دیگه رو بود. شما نقد منصفانه بود. باشه، مرسی مسلمان جان. من از وقت شما متشکرم، از وقتتون استفاده کردیم فعلا.